بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقه قولی. شاگردای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ریاضی صنف 11 میخوانیم، فصل اول هستیم، درس 10 است که مربوط صفحات 25 و 26 میشه. عنوان درس ماست معادله معیاری پارابولایی که رأس آن یک نقطه اختیاری باشد. دو سال درس قبلی هم این عنوان بود و درس فعلی هم چند مثال از در ارتباط با درس قبلی. ما شما در درس قبلی معادله پارابولا را دریافتیم، ثابت کردیم معادله پارابولا را و حال پیرامون همان معادله سوال کار میکنیم. خب دوستا، مثال است، مثال دوم کتابتان است. مثال دوم کتابتان است میگه که معادله را به ما به این ترتیب داده شده را در نظر گرفتم مختصات رأس. اول چیز از ما شما رأس خواستم، محراق خواستم، معادله خط موجه را خواستم، معادله محور تنازع را خواستم و مختصات انجام های ود را خواستم، البته ود را عمودی را. و در آخر هم گفته که این را رسم کنین، پارابولایی که این معادلهش هست و این چیزها را خواسته، اینا را گفته. بعدی که این همه را شما دریافتین، پارابولا را ترسیم هم کنین. خب دوستا، رأس پارابولا چیست؟ ما و شما میفهمیم HK H دوستا، اگر ببینیم H ما منفی 3 است و ای که مثبت بود، دوستا میفهمیم که فرمول به این ترتیب است: Y منفی 4، Y منفی، بیخی شکل اساسی را اگر بنویسیم که فرمول اصلیشه، y منفی k کل مربع مساویس به 4k x منفی h. در این قسمت دوستا ای به این ترتیب بوده که منفی منفی 3، منفی با منفی ضرب شده مثبت شده، از او خاطر می نویسیم منفی منفی 3. و این قسمت هم می بینیم منفی از فرمول است، k چند میشه؟ k ما مساویس به 4. این شد رأس پارابولا ما. خب دوستای معظم، پیش از این که ما و شما محراق پیدا کنیم، باید از پیدا کنیم که قیمت اینجا ای پی است. دوستا قیمت پی ما چند میشه؟ ما میفهمیم که 4 پی مساویس به منفی 6، یعنی اگر این معادله که به ما در مثال داده شده ای را با اصل معادله پارابولا مقایسه کنیم، میبینیم که این منفی 6 مساویس به 4 پی. از این قسمت گفتم میتونیم اگر اطراف تقسیم 4 کنیم، 4 پی مساوی به منفی 6 اطراف تقسیم 4 شوه، ما گفتم میتونیم که پی مساویس به منفی 3/2. خب دوستای عزیز، محراق ما شما میفهمیم دوستا است H مثبت پی و ای هم K، چون میبینیم که Y مربع است، وای که مربع بود، میفهمیم که محراق به این ترتیب میشه. محراق ما و شما H جمع P میشه، یعنی P با H جمع میشه. اگر X مربع می بود که P ما با K جمع میشد. خب F H هم میفهمیم دوستا از این قسمت هم میشه بگیریم، از مختصات رأس هم میشه بگیریم، منفی 3 مثبت پی ما را داریم که منفی 3/2 و ای هم کامه، و خاطر که مختصه دوم نشته میکنیم و مختصه دوم ما که است 4. خب دوستا، اگر این قسمت ما در اینجا ساده میکنم، منفی 3 منفی 3/2، دو مخرج مشترک، 2 × 3 = 6، منفی 6 منفی 3 هم داریم، منفی 9/2 دوستایی میشه منفی 9/2 و این قسمت هم ما و شما داریم که 4، یعنی مختصات محراق هم به این ترتیب ما و شما دریافتیم. خب سوم چیزی که از ما و شما خواسته دوستا، معادله خط موجه است. من تا با این که خط موجه را پیدا کنم، به خاطر این باید است که قسمت ها را پاک کنیم دوستا و معادله خط موجه را پیدا کنیم.
خب دوستان، ما شما گفتیم که پی ما را از خاطر که فراموش ما نشه یک بار دیگه می نویسیم. پی مساوی است به منفی 3 بر 2 بود. پی ما 3 بر 2 بود. خب خط مواجه را دوستان از ما و شما خواستم معادله خط مواجه می فهمیم. وقتی که وای مربع بود، معادله خط مواجه ما به این ترتیب می باشه که h مساوی است به x مساوی است h منفی p. h هم ما و شما داریم دوستا، سوال هم نوشته کرده می تانیم، از این قسمت هم نوشته کرده می تانیم که x h ما مساوی است منفی p، قسمت منفی و پی را از این قسمت می فهمیم دوستا، منفی 3 بر 2 میشه. منفی با منفی دوستا مثبت میشه، 3 بر 2. خب مخرج مشترک ما 2، 2 ضرب منفی 3 منفی 6 میشه مثبت 3. اینا را از هم تفریق میشه چون مختلف علام است، منفی 3 بر 2 میمانه دوستای معظم. پس منفی 3 بر 2 عبارت است خط معادله خط مواجه ماست. در این قسمت می نویسیم x مساوی به منفی 3 بر 2 معادله خط مواجه است. خب به ادامه از او از ما و شما خواستم معادله محور تناظر. وقتی که می فهمیم y مربع باشه، یعنی فرمول به شکل عمومیش به این شکل باشه، پس معادله خط محور تناظر ما y مساوی به k میشه که y خودش و k را هم میدانیم مساوی است به 4. بازم میگیم از این قسمت و یا از راست که ما پیدا کردیم میتونیم کی را بنویسیم 4. این هم دوستای معظم معادله چی؟ معادله محور تناظر ما و شما. خب دوستا، حال از ما و شما خواسته شده که ما و شما انجام های وترهای عمود پیدا کنیم. انجام های وترهای عمود باید از پیدا کنیم. به این خاطر چگونه عمل میکنیم؟ دوستای معظم، به خاطری که انجام های وتر عمود پیدا کنیم در همین قسمت x مساوی قرار میدیم به منفی 9 بر 2. منفی 9 بر 2 را از کجا گرفتیم؟ از این قسمت مختصه اول محراق ماست. ما میفهمیم دوستا اگر معادله به این ترتیب باشه، طبعاً که پارابول یا دهنش به طرف راست باز میشه یا به طرف چپ، چون این قسمت منفی است، پس میفهمیم دهن پارابول به طرف چپ باز میشه. پس وترهای عمودی که از ما میخواهد دوستا، اگر محراق ما باشه ما رسمش پسان میکنیم، پسان کوشش میکنیم دقیق تر رسم شود. پس دوستا میبینیم که روی محور x مختصه بر هر دو نقطه ما همین منفی 9 بر 2 میباشه. یعنی چی؟ یعنی که اگر در این معادله y منفی 4 ما x وضع کنم که منفی 9 بر 2، این قسمت مثبت 3، 2y به دست میاد. چون اینجا مربع است، y از اطراف که با جذر بگیریم 2y که یکیش از این نقطه میباشه دوستا، مختصی از این نقطه و یکیش هم از نقطه پایانی. منفی 6. خب دوستای معظم، دو مخرج مشترک، 2 3 6 منفی 9 را داریم، 2 3 6 میشه y منفی 4 کل مربع منفی 6 که قسمت داریم، منفی 3، منفی 3 بر 2، 1 2 2 2 3 6. پس دوستای معظم، ما میتونیم به این ترتیب هم بنویسیم که y منفی 4 کل مربع منفی ضرب منفی مثبت 3 ضرب 3 9 مساوی به 9. و اگر از این قسمت دوستا ما جذر بگیریم، میبینیم مربع با جذر رفع میشه، y منفی 4 مساوی مثبت منفی 3.
و وای مساویس مثبت منفی 3 مثبت 4، به خاطر که 4 منفی است به طرف راست بیاریم مثبت میشه، به این ترتیب 4 مثبت شد چون به طرف راست آوردیمش. خب دوستا، حال ما میتونیم به این قسم بنویسیم که نقطه اول ما x منفی 9 بر 2 y چند؟ y1 میشه دوستا تو بگیریم y1 بگیم مثبت 3 مثبت 4 مساوی به 7 و 1 ما 7 نقطه اول انجام وات رو مودی و این هم نقطه دومش منفی 9 بر 2. خب دوستای معظم، حال برای وای 2 میره میشه منفی در نظر بگیریم، منفی 3 مثبت 4 1 میمانه، قسمتم 1. دوستان چیزی که دست اول از ما خواسته شده بود همش به دست آوردیم. آل میتونیم که گراف ترسیم کنیم. خب دوستا، اولا رأس پارابول x مساوی به منفی 3 و y هم 4، یک واحد، دو واحد، سه واحد، یک واحد، دو واحد، سه واحد، چهار واحد، تقریبا به این قسمت رأس پارابول ماست. این قسمت اسم نامیم و محراق ما دوستای معظم 9 تقسیم 2 4.5 میشه، این منفی 4.5، یعنی این اگر باشه 3، این قسمت 4 باشه، این هم 4.5، تقریبا به این قسمت 4.5 و مختصی دومش که همون 4 است. پس این قسمت محراق ما می باشه، این نقطه را F می نامیم. خب دوستا، انجام های وتر عمودی، این هم 9 تقسیم 2 دوستای معظم همون 4.5 منفی 4.5 و این قسمت هم منفی 4.5. فقط میبینین تفاوت در ای است که مرکبه دومشان متفاوت است. از این قسمت 1 است، اگر ما وای مساوی به 1 باشه، یکی از انجام های وتر عمودی. دوستا، ما وتر عمودی را چرا پیدا میکنیم؟ به خاطر وتر عمودی در رسم پارابول بر ما کمک میکنه. نقاط وتر عمودی، اگر ما انجام های وتر عمودی را پیدا نمیکردیم، دوستا میبینین یک رسم داشتیم محراق که با استفاده از رسم محراق نمیشد ما پارابول ترسیم کنیم. از این خاطر ضرور بود که دو نقطه را هم ما داشته باشیم. خب نقطه دیگه ایش هسته اکسش همین 4.5 منفی 4.5 یا بگوییم منفی 9 بر 2 و وایش 7. ای تا این قسمت دوستا 4، ای 5، 6، ای هم 7. خب دوستا، ما ای 4 نقطه را دریافتیم. پارابول ما تقریبا همین شکل داره. خب ما همچنان ضمن از اینا معادله خط محور تناظر را داشتیم. محور تناظر ما بود وای مساوی به 4. محور تناظر یعنی قسمت ما دوستای خود محور وای است و وای در اینی قسمت 4 است، میفهمیم؟ یعنی او خطی که پارابول به 2.3 مساوی تقسیم میکنه، محور تناظر او را میگن. و معادله خط مواجه ما دوستای معظم منفی 3 بر 2 یا 1.5، منفی 1.5. دوستا اگر این 1 باشه، این 2 1.5 دقیقا این قسمت میشه. پس این قسمت میشه که یک خط عمود رسم کنیم، چون این محور x است و این قسمت x گفتیم مساوی شده منفی 1.5 یا منفی 3 بر 2. این هم دوستا خط مواجه. خب دوستا، این مثال دوم کتابتان بود که کار کردیم. امید است که این مثال شما یاد گرفته باشین. حال خب دوستای معظم، مثال سوم ما شما هستم. معادله پارابولا رو برامون ما دادم، باز ما چی خواسته شده؟ این معادله رو به شکل انکشاف یافتهش نوشتن. دوستا از ما شما خواسته که معادله رو به شکل معیاریش بنویسیم و ضمناً
رأس پارابولا، مختصات رأسش و مختصات محراقش پیدا کنیم، معادله موجه حرکتی محور تناظر آن به دست بیاوریم. خب دوستان، این معادله ماست، ما می توانیم که ایره تکمیل مربع بکنیم تا ای که به شکل مربع کامل بیاید. این قسمت دو داریم، دو تقسیم دو یک، پس مثبت یک مربع، منفی یک مربع، مثبت 8 اکس، مثبت 25 مساوی به صفر. این قسمت هم میتونیم بگیریم y منفی 1 کل مربع، هرگاه انکشاف بتیم پس همین چیز به دست میآید. خب منفی 1 از دوستان یک مربع میشه 1، ضرب منفی منفی میشه، یعنی این میشه منفی 1، منفی 1 کتی 25 میشه 24، داریم 8 اکس جمع 24، به خاطر که 1 ازش تفریق میشه مساوی به 0، y منفی 1 مربع مساوی است منفی 8 اکس منفی 24. خب y منفی 1 کل مربع مساوی منفی را اگر منفی 8 را بگیریم مشترک x مثبت 3. دوستایی از معادله میاری پارابولای ما شکل انکشاف یافتهش داده بود برای ما و شما به شکل میاری نوشته میره. حال رأس از این اگر ببینیم دوستا، رأسش هست این قسمت به این ترتیب هم نوشته کده میتونیم دوستا که منفی منفی 3، پس منفی 3 اچ ما منفی 3 که ما 1، این رأس پارابول ما دوستا. و اگر ما بخواییم که پیدا کنیم پیره، میفهمیم که 4 پی مساوی است به منفی 8، پس پی مساوی است به منفی 2. حال دوستا محراق هم میتونیم به این ترتیب پیدا کنیم، محراق پارابول ما را میشه که پیدا کنیم چون پیره به دست آوردیم و رأس پارابول داریم. خب h گفتیم که منفی 3 منفی 3 و ای هم منفی 2 جمع منفی 2 که چند از دوستای معظم که 1 است، هم علامه هستن جمع میشن منفی 5، ای هم 1. این دوستای گرامی محراق ماست، ای هم رأس پارابول ما، از ما همچنان معادله خط مواجه را خواستن. خب معادله خط مواجه ما دوستا x مساوی است h منفی p، به خاطر از اینکه y مربع است، وقتی که y مربع باشه میفهمیم معادله خط مواجه ما x مساوی است h منفی p. x که خودش h ما دوستای معظم میشه که منفی 3 منفی p ما است منفی 2 منفی 3 مثبت 2 منفی 1. معادله خط مواجه ماست، میشه که قسمت بنویسیم خط مواجه. خب دوستای ما ازم دیگه از ما محور تناظر خواستن، محور تناظر ما مساوی است y مساوی به k، به خاطر از اینکه y مربع است، از سوال y که مربع بود میفهمیم که محور تناظر معادلهش از y مساوی به k، y داره y خودش می نویسیم و عوض k دوستای ما ازم می نویسیم که 1. این هم معادله محور تناظر. خب دوستان مثال سوم هم کار کردیم، امید است یاد گرفته باشین و درس امروز ما دوستای معظم همینجا به پایان میرسه. تا درس بعدی همه شما را به الله پاک بنیاز میسپارم. اوقات شما بخیر.